سالکیش ما فرمودی واقعا زمانی که ما بودیم 20 سال پیش تو دانشگاه امام محمد سعود بیشتر هم این موقع شبکه امام حسین نبوده کلا اصلا شبکه شیعه نبود بله بعدا کتاب ها صد ها کتاب بر علیه امام محمد عسکری و مکتب تشیع می نویسه مثلا کتاب من یادم هست چاپ شده و به شکل رایگان در دانشگاه توزیع دانشگاه امام محمد سعود به شکل رایگان تو در همه اتاقهای ما میدادن و جا دور المجوس یعنی زمان زردشتی ها و آتش اومده بعدا چیه یعنی جعفریه مکتب امام جعفر ساطع یعنی زردشتی مکتب زرد و پروتکلات قوم هست پروتکلات علمای قوم کتاب های مثل کتب احسان الهی ظهیر هست بله. کتب محمد مال الله هست و صدهای کتاب دیگر هست علیه تشیع علیه تشیع و علیه شخصیت امام محمد حسن عسکری هست در واقع هر کتابی که بر علیه تشیع اینها به این نتیجه رسیدند خود ما معتقد بودیم که اگر ما میتونیم شخصیت محمد حسن عسکری نابود کنیم مکتب تشیع نابود کنیم این اعتقاد ما بوده یعنی از ما معتقد هستیم که از اصلا که اگر ما میتونیم شخصیت امام حسن عسکری به عنوان یک افسانه معرفی کنیم کل مکتب تشیع میتونیم نابود کنیم و خود صاحب کتاب بروتکولات علمای قوم اینجور گفته گفت الان چی نوشته اون رو؟ این توسط یه نفر به نام دکتر احمد محمد اینجور اصلا و ایشان معتقد هست یعنی معتقد هست که اگر ما میتونیم امام مهدی واقعا امام محمد حسن عسکری نه امام مهدی شما معتقدیم که امام محمد حسن عسکری غیر امام مهدی بله. میتونیم در درون جامعه تشیع تضعیف کنیم ما اعتقادات شیعه نسبت به مرجعیت نابود میکنیم چون من خودش اینجور گفته و برای من اینجور بوده این اعتقاد من بوده یعنی یکی از اغراضی که ما بر علیه امام مهدی مثلا تبلیغ میکردیم یا بر علیه افغان ببخشید محمد حسن عسکری تبلیغ میکردیم ما معتقدیم که تا این شخصیت تضعیف نمیشه دو تا مشکل ایجاد میشه دو تا مشکل میگفتیم تو جلسات عمومی تو مسجد تو دانشگاه مشکل ما از 12 امامیت دو مشکل یکی خمس یعنی اقتصاد تشیع بله و یکی مرجعیت علمای شیعه روحانیت تشیع ما اگر شخصیت محمد حسن عسکری در درون تشیع و در درون جامعه تشیع میتونیم تفکر این که امام مهدی افسانه دیگر این دو تا اصلا یعنی اقتصاد تشیع و روحانیت تشیع نابود خواهد شد بس اینجا باید شروع کنیم حبیلت ببینید کتاب بروتکولات قوم گفت هر چی تلاش کنیم ثابت کنیم این یک افسانه دیگر اصلا هیچ کدوم تجار ایرانی و ما به عنوان شخصیت های مظلوم دیگر خمس نمیدهن و نتیجتا این باعث می شود که گسترش مکتب تشیع ضعیف خواهد شد و روحانیت و حوزه علمیه از بین خواهد رو به همین علت میتونیم وهابیت در مناطق شیعه نشین گسترش پیدا کنیم این علت اینکه کتابهای ما بر علیه شخصیت امام محمد عسکری زیاد شده علتش همین مسئله واقعا همین علت چرا گفتم این تبدیل